تصویب تحریم ها و اقدامات شدیدتر علیه رژیم آخوندی توسط دولت نروژ. دولت نروژ عطف به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز تحریم ها و اقدامات شدیدتری را علیه رژیم ایران به تصویب رساند. این امر به معنای ممنوعیت تجارت بسیاری از کالاها و ممنوعیت علیه صادرات تجهیزات و تکنولوژی به بخش نفت و گاز ایران است. یوناس گارستوره وزیر امور خارجه نروژ اعلام کرد این مصوبه موجب انطباق قوانین نروژ با مقررات اتحادیه اروپا شده و سبب می شود تا فشار بین المللی علیه برنامه اتمی رژیم ایران افزایش یابد. دولت نروژ به پیروی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات شدیدتری علیه رژیم ایران را به تصویب رسانده است. این تحریم‌ها پیرو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در جوان 2010 تصویب شد. تحریم‌های تشدید شده ممنوعیت صدور ابزار و تجهیزات کلیدی و تکنولوژی در ارتباط با بخش نفت و گاز ایران می باشد. این تحریم ها در این حال شامل نقل و انتقالات مالی نیز می شود. لیست افراد، مؤسسات و نهادهایی که دستور انجماد شامل حال آنان می شود به شدت گسترش یافته است. استوره وزیر امور خارجه نروژ می گوید این تحریم ها نتیجه مستقیم این است که رژیم ایران تا کنون از دستورات شورای امنیت سازمان ملل پیروی نکرده و در راستای تعهدات بین المللی با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکرده است. مقامات نروژ در 27 ژوئیه 2010 تصمیم گرفتند که به طرح گسترش تحریم ها علیه رژیم ایران بپیوندند. هدف تطبیق دادن قوانین نروژ با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا است. اطلاعیه دولت نروژ تأکید کرد تحریم‌های تشدید شده علیه رژیم ایران از روز 18 ژانویه لازم الاجرا خواهد بود و نقض مصوبات مربوط به تحریم‌ها از سوی شرکت‌ها می تواند به جرائم نقدی و یا محکومیت زندان منجر گردد.